قطعا این ماشین رو بی‌ام‌و رو این روزا تو اینترنت دیدین، رنگش به صورت خودکار عوض میشه. این لپتاپ جدید ایسوس نمایشگری منعطف داره و خیلی خفنه. میدونی جدیدترین تلویزیون‌های جهان چه قابلیت‌هایی دارن؟ جدیدترین گجت‌های گیمینگ رو دیدی؟ این جدیدترین گجت گیمینگ سونیه. سلام، من احوران نیازی هستم. این ویدیو یه خلاصه جذابترین تکنولوژی های نمایشگاه CES 2022. خوشحال میشم اول ویدیو رو لایک کنین، در مرحله دوم کانال در یوتیوب سابسکرایب کنین، هر چه سریعتر برسیم به 100,000 دنبال کننده. خیلی مخلصیم. بهترین گجت سلامت که تو نمایشگاه CES 2022 معرفی شد به نظر من ترازو وایدینگه. ترازو وایدینگ به جرأت پیشرفته ترین و تکنولوژی محور ترین ترازویی که تو زندگیتون دیدین. در کنار اینه که وزنتون رو میگیره، با اسکن کف پای شما الکتروکاردیوگرام یا ECG نوار قلبتون رو میسنجه. به علاوه با بازویی که داره شما میتونید آنالیز دقیقی از وضعیت فیزیکی بدنتون داشته باشید. توی بازوتون چقدر چربی دارید، چقدر بافت ماهیچه‌ای دارید، بازو چپ، بازو راست، شکم، پهلو، رونهامون. خیلی هیولاست. قیمتش $300 و اواسط امسال وارد بازار آمریکا میشه. داخل ایران بیاد بعید میدونم. بهترین گجت پوشیدنی CES 2022 به نظر من ریزر زفیره. یه ماسکه که به خاطر مبارزه با کووید استفاده میکنین. البته از زمانی که کووید اومد ریزر سعی داشت این ماسکا رو تولید بکنه، اما نکته جالبش اینه که صدای شما رو تقویت میکنه تا 60 دسیبل، نور RGB داره. میدونم خیلی مسخره است تو ماسکت نور RGB داشته باشه، ولی خب به هر حال خیلی راحت میتونی باهاش صحبت کنی و تو رو ایمن نگه میداره. اما خیلی گرونه، $150 قیمتشه و خودم تعجب میکنم چرا باید همچین گجتی به عنوان بهترین گجت پوشیدنی باشه، چون CES 2022 تو بعضی از بخشاش اصلا خبر خاصی نبود. تو بحث ماشین و گجت های حمل و نقل به نظر من جذاب ترین اول خودرو تمام برقی شورولت سیلورادو، محصولی مشترک بین شورولت و GM که در کامل ترین مدلش قیمتش $105,000، اما قیمت پایش به $39,000 هم میرسه. این خودرو میتونه با یک بار شارژ کردن تا 640 کیلومتر مسافت رو بره. 664 اسب بخار قدرتشه، نزدیک به 1 تن وزن رو هم میتونه حمل بکنه. چرخاش فقط 24 اینچ ابعاد دارن. 24 اینچ. خودروی بعدی میره تو دسته کانسپت ها، کادیلاک اینر اسپیس. یه خودرو بسیار هیولا، شکل مخوفه، یه سدان البته که همه جاش باز میشه. اما نکته ای که داره مثل تمام خودروهای خیلی فضایی از آینده، داخلش پر نمایشگره و این روزای ما همش نمایشگره. ساعتمون نمایشگره، گوشیمون نمایشگره، تلویزیون اینوره اونوره. شاید دوست داشته باشی رو لحظه‌ای که از خونه میزنی بیرون دیگه نمایشگر نبینی، دنیای واقعی رو نگاه بکنی. این ایر اسپیس داخلش تماما نمایشگره و خیلی زیبا. یه نکته خیلی جالبم در مورد کلن این کانسپت ها هست، شبیه حال و پذیرایی هن همشون، اصلا شبیه داخل خودرو نیست. صندلی ها یه کشیده، یه تخت خوابشو خودرانه دوداش. خیلی جذابن ولی همش کانسپته، یعنی منتظریم یه دونش رو ببینیم. کانسپت بعدی باید طبیعتا از مرسدس بنز باشه، ویژن EQXX. پشت شبیه ماشینای قدیمی و کلاسیکه، از جلو شبیه نسل سوم RX 7 که تحت هر شرایطی جفتش تعریف به حساب میاد. اما این خودرو شبیه هر چیزی که باشه اصلا شبیه این نیست که نیاز باشه شارژش کنی. طبق ادعای خودشون تا 1000 کیلومتر با هر بار شارژ شدن میره. تصور بکنید که اگر اهل سفر نباشین شاید در ماه نیاز باشه یک بار شارژش کنی. این فوق العاده است. خب چطوری همچین قدرتی داره؟ سبکه، بسیار ظاهر ایرودینامیکی داره، 900 ولت باتری داره و خب خیلی خفنه دیگه، اصلا بحثی توش نیست. و مهمترینش IX M60 BMW، یه خودروی کراس اوور که از همه چیز جذاب‌تر، کلی اصلا به مشخصات سخت افزاریش ندارم و اینی که در 3.9 ثانیه از صفر به 60 مایل میرسه تقریبا به 100 کیلومتر بر ساعت. نکته جالبش اینه که این خودرو رنگش عوض میشه، سفید، نه سیاه، خاکستری، فقط با فشار دادن یه دکمه. چطور این اتفاق میفته؟ چند سال پیش یک نوع نمایشگر ما دیدیم با نام E-Ink. در واقع نمایشگرهایی هستن که با سطح انرژی بسیار کمی میتونن اطلاعاتی رو نمایشگر نشون بده. کلا یه سری تبلت ها هم هستن که از تکنولوژی E-Ink استفاده میکنن، اما سراسر این خودرو از نمایشگر E-Ink استفاده میکنه و با فشار دادن یک دکمه رنگش از سفید به سیاه، نه خاکستری، تبدیل میشه. داخل ماشین هم که دیگه
خیلی جذابه. یه نمایشگر دارید، بخش گالری داره، میتونید تم کلیه داشبورد ماشینتون عوض بکنید، اصلا فوق العاده است. تو امکانات سینما خونگی به نظر من ریموت کنترل سامسونگ میتونه برنده یه جایزه باشه، چرا که این ریموت کنترل فقط از طریق امواج رادیویی که از طریق روترها و وای فای داخل خونه شما انتقال پیدا میکنه شارژ میشه. البته استفاده این شیوه و اصلا شارژ کردن این شکلی گجت ها چیز جدیدی نیست، معمولا توی دوربین های مدار بسته میدیدیم در چند سال پیش، کانسپت و نسخه نهاییش اومده بود، ولی این ریموت کنترل سامسونگ هم خیلی چیز جالبیه، یعنی هیچ وقت شما نیاز نیست براش باتری بندازین. بهترین گجت خونه هوشمند هم میرسه بیشک به وای فای که تیپی لینک معرفی کرد. این وای فای 4 تا آنتن موتوردار داره که در واقع گجت شما رو دنبال میکنه. تصور بکنید این گوشی منه بهش وصله و من گوشیمو از اینجا میبرم اون گوشی، این آنتن وای فای با من میچرخه تا بهترین سیگنال رو به گوشی من برسونه. خیلی چیز خفنیه. بهترین گوشی موبایل یا تبلت رو اختصاص میدیم به ایسوس زنبوک 17. یه دونه تبلت بزرگ 17 اینچیه با نمایشگر منعطف که اگر روش یه دونه کیبورد بلوتوثی نصب بکنی تبدیل میشه به یه لپتاپ 12.5 اینچی. اگر حافظش برات کم بود تا 1 ترابایت میشه افزایش حافظش داد، تا 12 گیگابایت هم میتونه رم داشته باشه. این گجت هیولای جذاب، قیمتش هنوز مشخص نیست ولی اواسط امسال باید قیمتش معلوم بشه. خیلی خوشگله. فکر میکنم تا اینجا ویدیو خیلی جذاب بوده باشه، لایق یه دونه لایک هست، لایک رو بزنید. اما تلویزیون ها، سامسونگ همیشه در تولید تلویزیون های کیولد معروف بوده. اصلا تو ویدیوی کینوت سامسونگ هم گفتم که 15 سال پیش روی تو این داستان. اما امسال نمایشگر یا همون تلویزیون معرفی کرد با نام QD Display. یک شیوه جدیدی در پردازش رنگ ها هست، هدفش نمایشگرهای OLED LG هستش، ولی نکته ای که داره به سبب مکانیزم متفاوت ترش، یکی روشنایی بالاتری داره، یکی دقت رنگی بالاتری داره و بیشترین فضای رنگی رو میتونه پوشش بده. تلویزیون جدید سونی با نام A95 هم قرار از همین تکنولوژی داخل خودش استفاده کنه. در بخش گجت های گیمینگ بیشک VR2 محصول جدید VR سونی، سونی پلی‌استیشن VR2، هر عدسی چشمش نمایشگری به رزولوشن 2000 در 2040 پیکسل داره، رزولوشن 4K، نرخ بروز رسانی 90 هرتز تا 120 هرتز، تصویر HDR و زاویه دیداری 110 درجه. ظاهر دسته ها تغییر کرده، روی هدستش یه موتور فیدبک گذاشتن که میلرزونه و یک تجربه جدیدی رو در بازی ها به شما میده، ولی ممکنه، نمیدونم، شاید اذیت کننده باشه وقتی بخوای زیاد استفاده بکنی یا خیلی بخواد سرتو بلرزونه. خلاصه که من خودم به شخص خیلی چشم انتظار اومدن این نسخه جدید بودم. آها، اما به سبب سیستم به روز رسانی شده یه دنبال کننده چشم ها دیگه کامرا نیاز نداره. البته دیده شدن تو بخش گیمینگ تو CES کار پیچیده نیست، چون اصلا کلا گجت های گیمینگ یا برند های معروف گیمینگ تو CES شرکت نمی کنن. تو بخش لپتاپ ها به نظر من لنوو ThinkPad سری زدش، Z13 و 16 تا لپتاپی که فوق‌العاده شیکن، فوق‌العاده مقاومن، با یه انگوش به راحتی باز میشن، دو سایز 13 و 16 اینچی دارن، سری جدید CPU های Ryzen AMD 6000 داخل خودشون به کار بردن و ووپ. خیلی نکته جالبش اینه که مواد داخلش کاملا قابل بازیافته. یه پنل آلومینیومی داره، یه مدل چرمی داره، حتی کارتونی که باهاش قرار دادن تمامی وسایلش قابل بازیافته. چیزی که جالبه، ترند شده اکثر برندها سعی کنن محصولی بسازن که از مواد بازیافتی باشه. نسخه آلومینیومیش از آلومینیوم 100% بازیافتی ساخته شده، یه مدل چرم داره، شارژرش هم تا 90% قطعاتش قابل بازیافته. حتی بسته‌بندیش هم کاملا بازیافتیه. بهترین محصول برای افراد کم توان یا ناتوان. یه دونه دوربین هست با برند اورکم که یکی دو سال محصولاتش سرصدایی بر خودش تو حوزه سلامت برای افراد کم توان یا ناتوان نامی به پا کرده. اما اورکم دو یه قابلیتیه که برای افراد نابینا یا کمبینا استفاده میشه، روی اکثر عینک ها نصب میشه، میتونه بارکد، متون، نوشته های روی بسته ها، چه میدونم، مثلا منو رستوران ها رو میتونه براتون بخونه و تنها چیزی که لازمه شما بهش بگی هی اورکم و باهاش صحبت بکنید و کارتون رو انجام بده. خیلی گجت و CES معرفی شد، اما به نظر من اینها قابل حرف ترین بودن. ما بقیشون خیلی کانسپت بودن یا خیلی تنوع محصولات زیاد بود، به نظر من خارج از حوصله شما بود اگر بخوام همه اونا رو تو این ویدیو جا بدم. دمتون گرم که تا پایان ویدیو همراهیم کردید. خوشحال میشم با حمایتتون موجب رشد و دلگرمی بنده بشه. ارادتمند شما هر شبانه روز 7 روز هفته. اهورا نیازی.